سلام، من اسمم علی کارتیو هستش. حدود 11 ساله که توی آمریکا زندگی میکنم. قبل از اون 13 سال توی سوئد زندگی میکردم و 9 سالم توی ایران. تحصیلات من توی رشته سینما، تئاتر و کارگردانی هستش و الانم حدود 9 سال 10 ساله که توی این کار هستم. چه زمانی کار هنری رو شروع کردم؟ من 12 سالگی، از سن 12 سالگی تا الان که 33-34 سالم هستش، میشه بودم 21 سال با کار موسیقی شروع کردم، پیانو، و ادامه دادم و توی رشته های موسیقی، تئاتر و سینما حدود 10 سالم هستش که از موسیقی شیفت کردم به سینما. We'll be right back.
چرا به کارگردانی علاقه من شدم؟ به خاطر اینکه من از بچگی همیشه سینما و فیلم های سینمایی رو خیلی دوست داشتم. به کار موسیقی با کار موسیقی شروع کردم، ولی بعدن که با تئاتر و سینما آشنا شدم علاقه ای برای تولید پیدا کردم توی این کار و دیدم که استعداد دارم و تونستم ادامه هنر رو توی کار سینما بدم. اول تا آخر برای تهیه کردن یه میوزیک ویدیو همیشه با آهنگ شروع میشه. هنرمند یا شرکت تولید با من تماس میگیرن و میگن که این شخص، این خواننده و این آهنگ هستش، یه همچین بودجه‌ای داریم، شما فکر کن روش و با ما تماس بگیر. من معمولا یک صفحه یا دو صفحه‌ای با حالت به اسم تریتمنت یا ویدیو نامه براش می‌نویسم. بعد از اون رو میدم به آرتیست یا شرکت، اونا رو میخونن، روش فکر میکنن، مشورت میکنیم. اگه خود آرتیست ایده هایی داشته باشه برای این کار از قبل من میگن، یا اینکه میگن که اینجا رو عوض کنیم، اونجا رو عوض کنیم، ممکن این کار به من نخوره یا کار دیگه ای دوست دارم، فکر میکنم ممکن زیاد باشه، کم باشه. خلاصه back and forth، عقب و جلو میریم و بعد از اون تصمیم میگیریم که چه روزی، چه تاریخی فیلم برداری انجام بدیم. معمولا یه هفته دو هفته پیش تولید هستش، یک روز یا دو روز فیلم برداریه و حدود دو سه هفته هم توی مونتاژ، تدوین و کارهای آخرش هستی که از اول تا آخر معمولا یک ماه طول میکشه. ولی خب کیسایی بوده که خیلی کمتر هم بوده و کیسایی بوده که خیلی بیشتر بوده، هر کدوم بستگی به موقعیت و سیچویشن اون پروژه. آغوش تو به بین من، به روی هیچ دیوانت کن، منو از این دل خوشی و آرامشم جدا نکن، من برای با تو بودن پر عشق و خواهشم، واسه بودن کنارت تو بگو هر کجا پر میکشم. منو تو آغوشت بگی، آغوشت تو مقدسه،
دیدنت برای من تبلد یک نفسه، چشمای مهربون تو منو به آتیش میکشه، نوازش دستای تو عادت ترکم نمیشه، چشمای مهربون تو منو به آتیش میکشه، نوازش دستای تو عادت ترکم نمیشه. ترجیح میدم با کدوم هنرمند کار کنم؟ من با همه هنرمنده کار میکنم، هیچ پرفرنسی ندارم، ولی خب همیشه با کیسایی بوده که با یه نفر آدم راحت کلیک میکنه و توی یه موج فکری هستش برای تهیه یه ویدیو، بعضی موقعا نیستش و ممکنه سخت‌تر باشه راحت‌تر باشه، ولی ترجیح نمیدم با کسی به خصوصی کار کنم، من با همه کار کردم. One here. You're on set. How are you feeling? Awesome. Where are we? I have no idea. You don't know? Sort of desert. Do you like it? California. It's very refreshing. Are you sure you got me in here? You got them all by the balls, causing waterfalls, stone walls, bar brawls, climbing stalls at concert halls. To you they crawl, body sprawls, looking palm malls, close calls, stand tall, doll, you make them feel so small. We're falling. And they love it. What are we doing? We're doing the music video for Stay. Stay. By S1. بهترین میوزیک ویدیویی که تهیه کردم فکر نمیکنم، نمیخوام تعریف کنم، ولی خب خودم میوزیک ویدیوهای برادرم و کم کارتیار خیلی دوست دارم و ویدیوهای خیلی بزرگی بودن، روش کار زیاد رفته، کارهای اسپیشل افکت، کار فیلم برداری، تعداد اشخاصی که توش بودن، کشورهایی که توش فیلم برداری کردن، به خاطر همین خیلی روش کار شد، خیلی زحمت کشیده شد و چون احساس خیلی نزدیکی به پروژه ها داشتم، من که برادرم هستش، اونا رو من خودم توی تمام کاری که انجام دادم فیوریت خودم. درآمد من به عنوان کارگرم تو مارکت ایرانی نسبت به یک آمریکایی تو مارکت ایرانی، خوشبختانه میتونم بگم که نسبت به ممکنه 80-90% کارگردانای آمریکایی درآمد من یکسان و یا ممکنه بیشتر باشه، ولی اگر بخوایم اون تاپ 1-2% رو بگیم که فقط با سوپرستارها کار میکنن و کارهای بزرگی مثل 300-400 میلیون دلاری 1 میلیون دلار رسیم، خب مسلما کمتر هستش، ولی خدا شکر من تونستم موقعیتی رو برای خودم توی مارکت خودم درست کنم که قابل مقایسه هست با کارگردانه آمریکایی. عصرگی جسپاییست، زن و مردی خسته، در قطاری کهنه، کوپه‌ای در بسته، هق هق سوزن بان، دو بلیت پاره، چمدون ارزون،
یادی از ایساره. خستگی جز پاییز، زن و مردی خسته، در قطاری کهنه، کوپه‌ای در بسته، هق هق سوزن بان، دو بلیت پاره، چمدون ارزون، یادی از ایساره. دو تنم ما تنها، ساکت و سردرگم، عکس بی اسم و رسم آخر یک آلبوم. زن میگه حیف از ما این شب بی فردا، لب فرو بستن ها این سقوط زیبا. قطره اشکی روشن، قطره ای کوشکن، میچکی از رکعب بر شب مرد و زن. چرا دوست داشتن ما سرسریه؟ چرا تجدیدی و شهریوریه؟ توپ بی باد زمین ورزش، سالن خالی یک نمایش. صحنه سایه روشن، ساعت دور شدن، زن میگه حرف بزن با نفسهای من. مرد ساکت میگه ما دو تک سنگی، بی صدا بی حرفیم، چه پرید رنگی. دور دور ایستگاه، فکر مردن در خواب، جای حلقه بردست، داغ ناب مهتاب. موی زن بر شیشه، درزش دست من، حرف آخر در گوش، همه من برگرد. بیشترین خرج و پولی که برای یک میوزیک ویدیو ایرانی من تا به حال توی این 8 سال نوسا گرفتم حدود 110,000 میمونم یورو بودش، که برای ویدیوهای کم کارتی بود توی که برای مارکت خارجی هم بودش. البته تعدادشون هست، چند تا توی اون ارقام ویدیوهای آرش هم هستن و ویدیوهای شخصی به نام فرزان فیز توی دبی بودن و حدودا توی همون حالا بودن اصلا برای چند تا بود، ولی اون 100,000 خورده یورو برای یک ویدیو بودش. همه چیز
من سفره شام تو میشه، حتی تبت قد بام تو میشه، ماه نقره‌ای به نام تو میشه. نه تو تنهایی ویدیوهایی که تو ایران تهیه میشه مثل ویدیوهای آمریکا هستش یا نه؟ نه اصلا شبیه تا اونجایی که من میدونم فکر میکنم 60-70% 80% از نظر محتوا و شکل شمایل با مال آمریکا خیلی فرق دارن، بخاطر اینکه اونجا لیمیتیشن ها مرزهایی هستش که اونجا دارن ما نداریم و طرز فکر کارگردان های اونجا با اینجا فرق داره، چون توی دو تا کشور کاملا متفاوت زندگی میکنیم و اینه که اینا زیربنای ویدیو سازی و زیربنای فکر ویدیو رو عوض میکنن، خاطر همین با هم دیگه خیلی فرق. آینده کاری خودم رو کجا میبینم؟ توی فیلم های سینمایی انگلیسی زبان، و خب خیلی چون که ایرانی هم هستم خیلی هم دوست دارم فیلم های فارسی زبان درست کنم، ولی قدمی رو که برداشتم از 2 سال پیش تا الان فیلم سینمایی آمریکایی درست کردم و الان در حال تهیه تعداد بیشتری هستم، ولی خب اون آینده 100% من است. اسم تو وقتی نوشتم خونه ی تران مرزی، گل زیر شاخه قایم شد از قشنگی تو ترسی، گریه یه ستاره ها رو واسه خاطر تو دیدم، قصه یه عشق تو از ما تا سپید دم شنیدم. تو چشم تو گم شد یه سفر تا آسمون رفت، با نگاه پر نازت تا فراسوی جنون رفت، میشه تو هوای پاکت تا جنون نفس نفس کرد، مثل اولین تولد میشه رویاتو حواس کرد، میشه رویاتو حواس کرد. گریه یه ستاره ها رو واسه خاطر تو دیدم، قصه یه عشق تو از ما تا سپیده دم شنیدم. برای کسانی که مایل به کار کارگردانی و تهیه میوزیک ویدیو هستن چه پیامی دارم؟ پیام اینه که
هیچ ترسی نداشته باشن اگر این کار دوست دارن و علاقه دارن و استعدادش دارن، مثل تیر تیرکمون جلو برن و نزنن چیزی جلوشون وایسته، چون که دنیای آزادی و کسی هم حق نداره جلوی آدم وایسته. اگر شما میتونین این کار رو بکنین چرا که نه، مثل صدها هزار کار دیگه. برای تو به حال از گروهی یا سازمانی برای کارم مورد تشویق قرار گرفتم؟ چند سال پیش برای ویدیوهای آرش پرایزهایی برد که یک کپیش هم برای من فرستاده بودن که صفحه طلایی بود، اون خیلی جالب بود برام. ولی توی مارکت خود ایرانمون ما همچین چیزی نداریم که بخوایم مثلا جایزه یا تشویقی. ولی خب الان میبینم که تلویزیون ها و سازمان های کوچیکی هم شبا شروع کردن یه همچین چیزهای کوچیکی درست کردن، مثل ایرانیان آیدل هستش که من دیدم دارن و مثل که دارن برای ویدیو و برای نوع هنرهای دیگه هم این کار رو میکنم و خیلی خیلی دوست دارم این چیزهایی که میبینم. من از عطر تو سر رفتم، نگو نه، به جنگی پر خطر رفتم، نگو نه، نبرد تن به تن با تو چه خوبه، منم که بی سپر رفتم، نگو نه. در این بستر که تعریف بهاره، ستاره جز شب پوشی نداره، همین دستی که می سوزه می دوزه، برات رختی که خوشبختی می آره. من از عطر تو سر رفتم، نگو نه، به جنگی پر خطر رفتم، نگو نه، نبرد تن به تن با تو چه خوبه، منم که بی سپر رفتم، نگو نه. رفتم،
رفتم نگو نه. چه تغییر و تحولاتی رو توی کار میوزیک ویدیو من خودم شخصا انجام دادم؟ روزی که من وارد این کار شدم و حتی قبلش هدف اصلیم این بود که به غیر از این که مسلماً بخوام موفق باشم تو این کار، این بود که بتونم نوع ویدیو سازی و جنس تصویراتی که توی تلویزیون های غربی، ویدیو های غربی دیده می شد اون رو بتونم ارائه بدم توی مارکت و بیزنس خودمون، چون احساس می کردم که اون یه قسمت ما کم داشتیم. و خوشبختانه میتونم بگم که تو این چند سال موفق شدم به این کار با انجام ویدیوهایی که خیلی MTV ستایل بودن، خیلی تصویرشون با فیلم 35 میلیمتری یا 16 میلیمتری گرفته شد که قبلا این کار رو اگر میکردن خیلی کم میکردن و به چشم نمیاد. و اینکه کانسپت های غربی، یعنی آزادانه تر، راحت تر و کارهای وسیع تری بتونم توی که تونستم وارد بکنم برای توی این مارکت رو تونستم انجام بدم. و الان میبینم که توی این 5 یا 6 سال آخر کارگردانای خیلی خوب جدید موفقی که همکاران من هستن، چه ایران چه اینجا، تونستن اون راه رو، اون اسفالتی رو که توی راه هستش رو قدم روش بزنم و ادامه بدم. و میبینم که خوشبختانه هم موفق هستن و مارکت ما خیلی خیلی بزرگتر و وسیع‌تر شده و بهتر شده از این نظر، نظر کیفیت و از نظر جنس کانسپت ها و ویدیو ها. و روی این خیلی خوشحال هستم. I got like two coats on. Yeah, two coats. Like my print. Uh-huh. Very, very nice. All right. That's owner of Ariana Airlines. And I am the controller of the shoot. I let things roll, I make them roll. Boys wanna be heard. I wanna be heard. So do you. کدوم یکی از سازنده های میوزیک ویدیو ایرانی رو قبول دارم؟ من از روز اول که ایرانی ها شروع کردن میوزیک ویدیو ساختن، از زمان کروش بیبیان، علیرضا قاسمی، شهرز رفیعی و اشخاص دیگه ای که تا امروز هر کسی میاد، همه رو قبول دارم، همه شون دوست دارم. برای که هر کسی به اندازه خودش، در لول خودش و در زمان خودش زحمت کشیده، حالا مورد تشویق مردم بوده یا نبوده، کمتر یا بیشتر، اون دیگه منتخبش مردم هستن. من قاضی این مثلا نیستم، من هم یک مهره توی همین بیزنس هستم که کار ما ساختن انترتینمنت هستش، مردم رو انترتین بکنیم و از این راه زندگیمون رو بچرخونیم. اینه که هر کسی که میتونه زندگیش رو بچرخونه از این راه، من تشویقش میکنم و قبولش. جایگاه شبکه ملی تیوی رو کجا میبینم و چه توقعی ازش دارم؟ توی همین چند سالی که این تلویزیون اکتیو بودن و روی کار بودن، جایگاه بسیار خوبی برای خودشون درست کردن مثل هر تلویزیون دیگه‌ای. و همان است که من هم اینجا هستم و من رو دعوت کردم، برای من افتخاریه. و توقعم درست مثل توقعی که از تمام تلویزیونایی که دارم اینه که این بیزنس رو، این کار رو به جلو ببرن، موفق باشن و پشتیبانی هموطنای ما توی کار هنری یا کارهای تجاری یا بیزنس های دیگه باشن. و همینجور که برعکسش ماها باید از تلویزیون مثل ملی تیوی مراقبت کنیم و دوستشون داشته باشیم.